جنيف، ناوی پیلی مسئول حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید اسرائیل ممکن در غزه جرایم جنگی را مرتکب شده باشد و این حملات راکتی حماس را نیز تقبیح کرد. اوکراین، طیاره حامل نخستین اجساد قربانیان طیاره سرنگون شده مالزیایی اوکراین را به قصد هالند ترک گفت. لیبیا، یک سلسله انفجارها پایتخت لیبیا را در حال تکان داد که درگیری بین ملیشه‌های متخاصم برای کنترل میدان هوایی پایتخت تشدید یافته است. اندونزیا، کاندید بازنده در انتخابات ریاست جمهوری اندونزیا پاراباو سوبیانتو نتایج انتخابات را در محکمه به چالش خواهد کشند. و ایتالیا، پارچه‌های متلاشی شده کشتی کانکوردیا به جیونا منتقل یافت و در آنجا به عنوان پارچه‌های باقی مانده از یک حادثه مهم دریانوردی در تاریخ نگهداری خواهد شد.